سلام و درود خدمت همه عزیزانی که این پیام رو گوش میدید. دوستان، امروز میخواییم در مورد خیانت در زندگی زناشویی صحبت کنیم. با اینکه درباره این موضوع فیلم‌های زیادی ساخته شده، اما تا حالا به این فکر کردین که خیانت چی هست و چطور میشه باهاش مقابله کرد؟ یا کنار اومد یا در اون وضعیت در موردش تصمیم گرفت؟ قبل از هر چیزی باید مشخص بشه خیانت چی است. برداشت همه آدما با کلمه خیانت یکسان نیست. بعضیا اگر همسرشون تلفنی با جنس مخالف حرف زدن خیانت میدونه. یکی قرار ملاقات گذاشتن یا دیگری رابطه جنسی داشتن رو خیانت میدونه. باید حتما از خودتون سوال کنید که مرزتون کجاست و این رو با همسرتون قبل از هر چیزی در میون بذارید. اگر از مرز اون رابطه و قراری که گذاشتید رد بشید، با آوردن شخص سوم در زندگیتون یا حتی فکر کردن بهش میتونه خیانت گفته بشه. متاسفانه خیانت موضوعی است که زیاد اتفاق میفته و نتیجه آن جدایی یا سردی و سلب اعتماد بین زوج هاست. از آنجا که آماری دقیق از خیانت‌های انجام شده یا اعلام شده نداریم، به همین دلیل درصد مشخصی از آن در دست نیست. اما همان درصدی هم که رسانه‌ایش میشه، مشخصه که از درصد بالایی برخورداره. اگر در یک رابطه یکی از دو طرف خیانت بکنه، این موضوع بسیار دردناکه و حتی میتونه طرف مقابل را وادار کنه که با حس دشمنانه تصمیم به انتقام یا مقابله به مثل کنه که در این گونه شرایط کلن تصمیم گیری اشتباه است. برای همین مهمه که در این وضعیت انتخاب ادامه راه با روش درست انجام بشه. حالا میخواییم کمی دقیق تر به علتهای این موضوع بپردازیم. بخش اول، دلایل خیانت. برای خیانت دلایل مختلفی وجود داره، هرچند که هیچ کدام از این دلایل نمیتونه باعث ویرانی و از بین بردن حب به یک ازدواج مقدس و سالم باشه. اما ما به بررسی بعضی از آنها که در جامعه زیاد رواج داره میپردازیم. فرار کردن از مشکلات بین همسران، تنش و کشمکش، کمبود رابطه جنسی، قطع رابطه با همسر یا قهر کردن، لذت بردن از توجه غیر، بیمار بودن همسر یا دوران بارداری. مردها بیشتر به خاطر رابطه جنسی در این دام خیانت می افتن و خانم ها بیشتر به خاطر قسمت احساسیشون، مثل محبت شدن یا مورد اهمیت قرار گرفتن، توجه یا صحبت‌های عاشقانه. برای همین هست که میگویند مردها از راه چشم و زنها از راه گوش عاشق یا دلبسته میشن. موارد دیگر مثل مشکلات مالی یا زیاده خواهی و رسیدن به شهرت و پست و مقام هم میتونه نقش اساسی در خیانت باشه. وقتی که به شما خیانت شده، سخت‌ترین مرحله آن انتخاب شما است. با اینکه به هر دلیلی متوجه این موضوع شدید و فهمیدید که شخص سومی وجود داره، باید با همسرتون صحبت کنید. همیشه توصیه میشه که در زمان عصبانیت تصمیم جدی نگیرید و این درست‌ترین قدمیه که برمی‌دارید. اما آیا میتونید در وضعیتی که بهتون ثابت یا اعتراف شده به همسرتون بگید آیا ارزشش رو داشت؟ و اگر داشت چه انتخابی میکنید؟ و اگر نداشت پس چرا انجام شده؟ قدم دوم، از خودتون سوال کنید آیا هنوز این رابطه ادامه داره یا خیر؟ این رفتار خیلی عاقلانه میتونه باشه، اما برای بعضیا دور از حقیقت و انجامش سخته.
افرادی که از سلامت نفس برخوردارند، مسئولیت گفتار و رفتار و کردار و تصمیمات خودشان را هر چقدر هم سنگین باشه، کاملا میپذیرند و گناه را به گردن این و آن نمیندازند و در پی اثبات بیگناهی خودشان نیستند. اما آیا این گونه افراد همیشه مقابل ما قرار میگیرند؟ بهترین قدم اینه که قربانی چند روز به خودش زمان بده، البته بعد از صحبت با همسرش. به همسرتون اعلام کنید که در موقعیت بسیار سختی قرار گرفتید و احتیاج به زمان برای فکر کردن دارید و حتما بگید که میخواهید فکر کنید که میتونید این راه با هم بودن را ادامه بدید یا نه، و اگر تمایل به ادامه زندگی با هم دارید شرطش چیه یا چطور میخواهید ادامه بدید. در واقع در این خصوص رو راست باشید و به دور از پنهانکاری صورت مسئله رو پاک نکنید، بلکه آن رو با هم حل کنید. دوستان، یادتون نره که انتخاب با شماست و اینکه هر مشکلی را میشه حل کرد اگر هر دوی شما مایل و متعهد باشید. در هفته آینده به ادامه این بحث به خصوص چگونگی گذران دوران بحرانی یا فکر کردن و دوران تصمیم گیری خواهیم پرداخت. یادتون باشه زمان غرق شدن اول به فکر نجات خودتون باشید، چون بعد از نجات خودتون میتونید شخص دیگه ای رو نجات بدید. از خداوند برایتان پایداری و استقامت میطلبم و آرزو میکنم که تسخیر ناپذیر باشید، که هیچ مصیبتی نتونه شما را از پای در بیاره. باشد که همراه با سلامت نفس و پاکدلی هدفهای ناشایست نتونه شما را وسوسه کنند. فیض و تقدس خداوند با شما باشد. اوقات به کامتان.